سلام به همه دوستان عزیز خودم، حال احوالتون خوبه؟ الحمدلله. امشب بنده موشکاف میخوام از یه فرمول جدید پرده برداری کنم. چی شد؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ به بنده نمیاد اهل ریاضیات این حرفا باشم؟ قبل از هر صحبتی بی زحمت یه نگاهی به این مقاله ورق‌پاره حکومتی اعتماد بندازید. اگرچه طی مسیر دشوار توافق هسته‌ای با پیچیدگی‌هایی همراه است، اما با نگاهی به گام‌های برداشته شده شاهد هستیم که امیدها برای حل و فصل آن زنده شده است. رفقا، شما اسم این علاقه باند کوسه به مذاکراتو که همین جوری ملاقه ملاقه خالی شده تو ورق‌پاره‌هاش چی می‌ذاری؟ من اسمشو می‌ذارم بیتابی. حالا این تیکه از گزارش تیویریش درباره مذاکرات رو هم اگه زحمتی نیست ببینی. ایران تا کنون اقدامات جدی و عملی در انجام تعهداتش داشته است و اکنون نوبت غربی هاست. پیش بینی شما از این دوره از مذاکرات چیه؟ من امیدوارم که در صورت وجود واقع بینی در طرف مقابل کار به پیش بره، اما باید ببینیم که تا چه حد طرف مقابل با واقع بینی به این مذاکرات. خیلی ممنون. به هر حال دو طرف تلاش دارند تا قبل از پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو طرح جامع مذاکرات هسته‌ای را تدوین کنند، زیرا کشیده شدن این مذاکرات به دور دوم برای هیچ یک از دو طرف سودی در بر نخواهد داشت. خب اسم این یکی وضعیت چی میذاری؟ آفرین، درست گفتین. ای والا، له له واسه توافق. بنده موشکافم کاملا با تو موافقم. بسیار خوب، بیتابی و له له رو داشته باشی تا وارد فاز کپ کردنم بشیم. اینم از کپ کردن ورق پاره آرمان واسه مذاکرات. طرف غربی امید دارد ایران تعلیق موقت قابلیت ها را مورد بررسی قرار دهد. با همه این اوصاف، چون گروه 5 به علاوه 1 و به ویژه آمریکا علاقمند به پایان یافتن این قبیل خصومت‌ها به ویژه در پرونده هسته‌ای است، پیش بینی می‌شود با نوعی تسامح و انعطاف ایران و گروه 5 به علاوه 1 قادر خواهند بود در ظرف وین 5 تا وین 8 وارد مرحله نگارش برنامه جامع شوند. همه رو ول کن، اسم جدید زهرخوری رو بچسب، تسامح و انعطاف. خیلی خوب، حالا شما لطفاً این بیتابی و له له و کف کردگی رو یه گوشه‌ای بنویسید تا بریم سراغ ادامه فرمول. سایه زیاد خواهی های غرب همچنان بر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 سنگینی می کند. اسم این یکی آهناله است. آهناله یه جورایی همون سوز و گدازه. سوز و گدازش اینجوری میشه. آمریکایی‌ها دنبال این هستن که یه اهرم فشاری رو علی ما داشته باشن. اگر به دلایل خاص خودش، یعنی از دید بنده، در هسته‌ای هم به توافق برسیم، علاقمند هستن اهرم فشاری رو علی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش ما در منطقه و نفوذ ما در خاورمیانه، در عراق، در افغانستان، یه اهرم فشاری رو داشته باشن که از اون استفاده کنن. این سوز و گداز به سبک عموجغد شاختار بود. اینم همون آهناله به سبک شوهانی یکی دیگه از وحوش مجلسه. ملاحظه کنید. زمزمه هایی به گوش می رسد که طرف غربی تعهدات سنگینی را برای کشورمان در نظر گرفته است. باید دید که اگر قرار باشد این توافق قبول شود، گام‌های طرف مقابل در برابر کشورمان چیست؟ هنوز تحریم‌ها بر سر جای خود است. خب، حالا لطفاً اون بیتابی قبلی رو یه گوشه‌ای بنویسید. بعد یه به علاوه مختصر بذارید جلوش. بعدم این آه و ناله رو بهش اضافه کنید. بعد یه مساوی جمع و جور بذارید کنارش. اینجوری. خب اساتید گرام، اون طرف مساوی چی بینویسم؟ ها، حق
که زدید به خال. باریکالله. بله اسمش ذلته. ذلت. به این میگن فرمول موشکافی تو فاز آخر عمر ولایت. اینجوریه که عظما بعد عمری عربده کشی هسته‌ای با تناب تحریم به گردن و عمامه پریشون روی کله به زانو در میاد و جز تسامح و انعطاف یعنی زهرخوری کامل چاره ای نداره. دوستان از این به بعد هر خبری از مذاکرات رسید فرمول موشکاف رو بذارید جلوتون تا به جواب برسید. خوشحال شدیم دیدیمتون. تا به موشکاف دیگه. زد زیاد. Because